بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد قبا، اولین مسجد در کشور نامیبیا در شهر وین‌هوک، پایتخت این کشور و تنها مسجد این کشور که بر اساس مکتب اهل بیت است. الان تیر ماه 1399. در این چند سال اخیر خب به خاطر مشکلات تحریم مسجد هم دچار مشکل بود، تقریبا بودجه نداشت، اما الحمدلله با کمک مردم تونستیم قسمت پارکینگ رو تعمیر کنیم، حوض مسجد رو نوسازی کنیم و برخی قسمت های باغچه ها رو هم تغییر بدیم برای صرفه‌جویی در آب. این قسمت سرویس بهداشتی آقایون هست و دو تا سویت هست در مسجد که معمولا اجاره داده میشه که یک کمکی بشه برای مسجد، هرچند فعلا خالی هست به خاطر کرونا و اینها. مستجر قبلی گرفتن، بعدش دیگه کسی نیامد. داخل مسجد، این در واقع بزرگترین مسجد نامیبیا هم محسوب میشه و نامیبیا از معدود کشورهایی هست که ایران قبل از سایر کشورها اینجا مسجد ساخته و بخشش هم به خاطر حمایت‌هایی بوده که از انقلاب نامیبیا انجام شده و سال 71 بعد از انقلاب نامیبیا این زمین در بهترین منطقه وین‌هوک در واقع خریداری شده و مسجد در اینجا ساخته شده، وسعت بیش از 4000 متر مربع. این هم درب کوچیک مسجد هست که فعلا بیشتر از درب بزرگ استفاده میشه. خب این دفتر کار هست که هم به عنوان دفتر امام مسجد هست، هم سالن کنفرانس و هم در حال حاضر به عنوان کلاس درس در مقطع دبیرستان در واقع از این اتاق استفاده میشه. خب کتابخونه مسجد که البته کتاب‌ها، اون کتاب‌های عمدش به داخل مسجد منتقل شده و در حال حاضر به عنوان بیشتر اتاق تنیس و اینها استفاده میشه و گاهی هم اگر جمعیت زیاد بشه برای کنفرانس. خب علی‌رغم تلاشمون هنوز نتونستیم بودجه تهیه کنیم برای رنگ‌آمیزی مسجد، که مسجد بعد از نزدیک 26 سال نیاز جدی داره به رنگ‌آمیزی. البته با کمک هایی که شد لوله کشی مسجد کاملا بازسازی شد و دیگه نشت آبی که اول درگیر بودیم و نداره. این هم آشپزخونه مسجد هست که در حال حاضر بخشی از اون در مسجد استفاده میکنه و بخشی رو هم مدرسه ازش استفاده میکنه. سرویس بهداشتی خواهران و این هم قسمت ورودی خانم ها. خب این قسمت هم قبلا خاک بود که ما گیاه ها رو منتقل کردیم به این قسمت که نمای بهتری داشته باشه. خب یکی از حیاط های مسجد که قبلا خالی بود با تلاش هایی که انجام شد الان
نزدیک 2 سال هست که به عنوان مدرسه ازش استفاده میشه. در واقع 3 تا کلاس داره که با یه تعداد محدود برای مدرسه به یه خانم مسلمان واگذار شده که ایشون اداره میکنه و یه کمکی هم هست برای مسجد. البته بخش دیگرش نقشش و اینها همش کشیده شده، مجوزش هست، فقط بودجه میخواد که این قسمت مدرسه هم تکمیل بشه و طبعا میشه تعداد بیشتری آمد و بهتر خواهد بود. به هر حال مدرسه باعث شد که مسلمانای بیشتری، حتی غیر مسلمان‌ها، با مسجد تماس بگیرند و گاهی در برنامه‌های مسجد شرکت کنند و اون بحث اتحاد بیشتر قوی‌تر انجام بشه. مسجد قبا از معدود مسجدهایی هست که اهل سنت، اکثریتش اهل سنت هستن شرکت کننده ها، که به امام پیرو و اهل بیت اقتدا میکنن و از این جهت جا داره که بهش توجه ویژه بشه.